به نام خداوند بخشاینده و مهربان پیام تند و تلخ و نسبتا واقعی خانم ایرانی به افغانستانی ها من ضمن تایید بخش از نوشته این خانم ایرانی چند نکته را میخوایم میشاره اشاره بکنم سلام بر شما هموطنان عزیز و مخاطبان گرامی امروز سی آگست 2023 میلادی هست و 8 سنبله سال 1402 هجری شمسی 24 ساعت قبل ما یک کلیپ در مورد بینظمی تعداد از شهروندان افغانستان و مهاجران افغانستان در ایران نشکردم که یک واقعیت متاسفانه بسیار تلخ است خیلی از هموطنان ما هم مورد های بیشمار را در کومنت ماندن که تقریبا چند صد کومنت همونجا بوده یک بخششان دوست هست که در ایران چشم داده خود کومنت کردن در این میان ما چشمیم به کومنتی یک خانم ایرانی افتاد که خوب است ما هم با دوستا در میان بگذارم من البته با بخش از صحبت های خانم سمیه موافق هستم و اما با یک بخش دیگه شون که نمیخوام چند نکتر هم اشاره بکنم سمیه تیزرو البته در این ویدیو کامنت مانده بودن من اول ما اول خوب است که می کامنت شون بخونم چون کامنتش یک متاسفانه یک بخشی از واقعیت ها رو باین میکنه و واقعیت نسبتا تلخ سرچن که بدبختانه هضم کردن چون این نوشته ها شاید برای مردم سخت باشه و خوب است که گاه وقتا اشتباهات خود واقعا ما شما هم بپذیریم و از طرف مقابل هم اگر برای ما شما مشکلات خلق میشه هم باید بند بکنیم قانون سمایه تیزرو نوشته است که سلام من ایرانی هستم مشخص که شما انسانی بسیار متشخص و فهمیده هستید خب اینا لطف کردن در حق که به من زدن من کاملا تصادفی این پست شما را دیدم لازم دونستم برای تکمیل صحبت های شما چند مورد اضافه کنم اما طوری که شما گفتید سیاست ها و, برخ و برخورد های حکومت ایران هیچ ربطی به مردم ایران نداره مردم ایران بسیار خوش برخورد و مهربان هستند. بعضی رفتارهای مهاجران افغان باعث خشم و به اعتمادی شدید و گاه مواقع خشم مردم ایران شده. این مورد که شما گفتید در برابر اونها خیلی ناچیز و به چشم نمیاد یک از اعمال ناشایستی بعضی مهاجرین افغان که متاسفانه تعداد این جنایت کم هم نبوده تجاوز به ناموس و دختران ایرانی توسط مهاجران افغان که آمار بسیار بالای در ایران داره مورد دیگه متاسفانه زورگیری و دزدی اموال مردم مورد دیگه متاسفانه و بیشتر مهاجران افغان جهت سکونت خانه اجاره و تا وقت داده بشه بعد از پایان خرداد به جای خانه خرابه تحویل می چون اصلا حفظ و نگهداری از ساختمان برای آنها اهمیت نداره و اصلا بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمیکنند البته نمیگم همه اینطوری هستند مهاجران افغان در ایران هستند که با دختر ایرانی ازدواج کردن ولی متاسفانه تعداد مهاجران مشخص کمتر اگر جزو گروه هایی که من گفتم نباشند جزو اون دسته هایی هستند که شما عکس گذاشتین لازم دارستم علت برخورد بعد برخ از مردم ایران را توضیح بدم تا برای مردم دوست داشتنی و فهم داخل افغانستان مشخص بشه موفق باشد من البته این کومنت را خیلی روان خواندن نتانستم با خاطر از اینکه اول یک لحجه ایرانی بود و دومشی نقطه نمانده بودن و کامه نبود من نمی فهمده که جمله که پایین داره و که ندارم به هر صورت این پیامی خانم سمیه تیزرو بود خانم سمیه تیزرو یک از شهروندان ایران هست که در اینجا شکایت کرده از برخوردهای ناشایست شمار از مهاجران افغانستان البته من با یک بخش صحبت های خانم تیزرو موافق هستم اما در مورد یک بخش دیگه هم ما میخوایم گفتنی های داشته باشم دوستایی که از ایران هستن همه همی لحظه ما رو میبینن کسانی که بی نظم هستن کسانی که جنایت میکنن کسانی که این گونه نظم اجتماع را به هم میزنن قطعا در فیصدی کمی قرار دارن همه مهاجران افغانستان این گونه نیستن یک بخش زیاد از مهاجران افغانستان کارخانه ها دارن در ایران سرمایه گذاری ها کردن ده ها و صد های ایرانی زیر دستشان کار میکنن خیلی ها اگر کارگر هم هستن مسئولانه کار کردن و در آبادانی همین ایران سرزمین شما سهم داشتن باید ما قبول بکنیم که اینی مشکل تنها از افغانستانی ها نیستن خانم تیز رو یا تنها از ایرانی ها هم نیستن هر دو طرف متاسفانه در بین جامعه اگر ببینیم هم خوب دارن و هم بد دارن شما اشاره کردن که اینا اصلا بهداشتی فردی و اجتماعی سرشان نمیشه ما قبول داریم که یک بخش از اونها نمیشه در داخل افغانستان هم ما از دیستی همین گونه آدم‌ها در اذیت هستیم در داخل افغانستان خیلی از شهروندان خود افغانستان بر همسایه هایشان که بهداشت فردی و اجتماعی رد نمیکنه از اونها ناراضی هستن واقعا حتی مستقیم بهشون هم گفته ولی یک ایده هستن که فرهنگشان متاسفانه همین گونه هست و اینا قصدا نمیخواه پاک باشه که بیشتر هم از این افراد هستن که با طالبه هم فکر هستن طالبه هم خودشان همین گونه فرهنگ دارن و همین گونه هستن دومن موردی که شما اشاره کردین که اینا مثلا دست به کارهای بناموسی میزنن تجاوز میکنن یک نکته اشاره بکنم خانم تیزرو، تنها افغانستانی ها بین خود این مجرم ندارن ایرانی ها هم هم مجرم دارن فراوان بر کودکان افغانستان در ایران تجاوز شده بر دخترانشان و پسرانشان تجاوز شده و حتی فیلم هایی دارم که مردان ایرانی بر بر پسر افغانستان تجاوز کرده امسال گذشته برای ما حداقل چهار مورد این گونه آمدن اما چون موضوع بودن که ما نمیتونستیم نشر بکنیم خیلی زشت هستن نشر البته خب در بین جامعه همیشه وقت متاسفانه مجرم ها هستن و اینا مجرم ها نه دین دارن نه مذهب دارن نه ملت دارن اینها برایشان همه چیز منافع خودشان هستن ولی لذت بردن از همون کارهای وحشیانه خودشان ملت ایران و ملت افغانستان مردم ایران و ایران و افغانستان منظورم در کل با همدیگر مشترکات فرهنگی دارن مشترکات زبانی دارن مشترکات دینی و مذهبی دارن و سالها که همدیگر زندگی کردن و چی در داخل ایران و افغانستان چی در بیرون از ایران و افغانستان اما و تاکید میکنم که همه افغانستانی ها باید به چشم دیده نشوه و همه ایرانی ها هم باید به چشم دیده نشوه ولی من تایید میکنم که متاسفانه بله در بین افغانستانی ها هم مهاجرین هستند که دست به جنایت ها زده و ما هم بارها میر خودیم هم یادواری کردیم و میگونم که باید ما روی موضوعات کار بکنیم تمام افغانستانی هایی که در ایران هستند یا کشورهای دیگر اگر از روی نفهمی اگر وقت و کار را میکنه خوب است که بفهمه و اگر قصدی کار میکنه هم باید برشان یادواری شود که این کار نکنه چون اینا واکنش بدی دارن در مورد نگهداری از خانه ها و مسائل دیگه یک بخش ها واقعا در اونجا توان صبر خود خانه بگیره و یک بخش دیگه هم حتی من فکر میکنم که از ایرانی ها که بهتر هم در نگهداری خانه ها توجه دارن این گونه نیستن که همگی خانه خرابه تسلیم بیتن در حق افغانستانی های ما هم در اونجا متاسفانه بسیار به ادالتی ها میشه من دو روز پیش کلی بردیسیم رسید که مرد افغانستان چهار ماه پیش یک ایرانی کار کرده پس از چهار ماه برشان پول نداده و بسیار بش کرده و گفته که اگر موری برو نموری و پلیس ترت میارم و اخراجت میکنم و یه آدم در حالت بسیار وخیم به دوستایش رسیده بودن که بچه دل لطکوب هم شده بودن ولی نمیتونستن که نزد پلیس بره و همون دوستایشان رو بردن در یک دواخانه پانسمان کردن و برگشتن به اتاق خود این گره ها زیاد هست یعنی ما میخوایم بگم که آدم های خوب و بد در هر جامعه هستن ما نباید اعمال بد فقط به نفر و به یک ملیت برچسب بزنیم حال بگیم تنها بنا بد هستن یعنی اگر بدی های به مهاجر افغانستان در ایران میرسه حتما ای نیست که حتما افغانستانی یک اشتباهی بدی کرده بعد ایرانی واکنش نشان داده یعنی ما من فکر کنم شاید 50 50 باشه یا اگر کمتر بیشتر باشه هم احتمال چه سال من قضاوت خاصی نمیتونم اما در بسیاری موارد این گونه هست که متاسفانه اول مشکل از طرف ایران ها برشن خلق شده و گاهی هم بوده که مشکل از طرف افغانستان ها خلق شده و ما هم میپذیریم خوب است که در این زمینه کار شوه واقعا مردم افغانستان مدیون خوبی های شهرماندان خوب ایران هستند و بدی های آدم های بده هم فراموش نمی کنن. از جمله سیاست های دولت ها و به خصوص دولت ایران را که متاسفانه خیلی جالب نیست به هر صورت تشکر از دوستا که همراه بودین به همکار بودین و من البته زیاد زیادی دوستا برای من روان کردن که خیلی هاشون رو نمیتونستم من نشر